درود و عرض ادب محضر شما همیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان مشتاق آگاهی و دانایی در مام میهن ایران زمین باز در آدینه ای دیگر و با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان که صد البته در قیاب روزنامه ها و مطبوعات امروز جمعه نهم آذر ماه ایرانی در واقع بدون مطبوعات محضر شما تقدیم خواهد شد نخست نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده در برنامه امشب جمعه واکنش ها به شکنجه یکی از نمایندگان بازداشتی کارگران نشکر هفت خوزستان و بازداشت یکی دیگر از نمایندگان کارگران همزمان با ادامه اعتراضات کارگری در خوزستان افشای نقشه جدید گروه های تون رو برای فعالان حوزه جمعیت شناسی از دستکاری آمار تا صدور اتهام جاسوسی تازه ترین ادعای ایران ستیزانه معاون فرهنگی اجتماعی نهاد نظامی سپاه در مورد دروغ بودن جایگاه تاریخی کوروش در عرصه منطقه‌ای متهم شدن جمهوری اسلامی به حمایت نظامی از طالبان و حوسی های یمن حمله مجدد اسرائیل به مواضع نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در کشور بحران زده سوریه همینطور پیش ها از رویارویی نظامی احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ای آمریکا در یک نشریه بین‌المللی در حوزه زیست محیطی ایران درگیر بودن 70 درصد شهروندان ایران با بلایای طبیعی و گویا در معرض سیل بودن این میزان باشندگان ایرانی و بالاخره در حوزه ورزش فشار مجدد فیفا برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به صدور اجازه ورود بانوان به ورزشگاه ها سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه نهم آذرماه ماه ایرانی برابر با سیوم نوامبر 2018 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی با هم مرور می کنیم همینک و در آغاز آخرین برنامه صفحه یک در این هفته رو در قیاب روزنامه ها با نگاهی به شهر شبکه ها و همینطور صفحات اجتماعی و مطبوعات بین المللی در کمتر از نیم ساعت آینده حضور شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم در ابتدا به خوزستان می رویم که همچنان صحنه اعتراض کارگران دردمند است تا جایی که خبرهایی از شکنجی نماینده کارگران هفت تپه موجی از واکنش های همدلی و همدردی رو از سوی کاربران اجتماعی و افکار مومی ایران برانگیخت روز گذشته گزارش هایی از شکنجه ی آقای اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نشکر هفت تپه و انتقال او به بیمارستان منتشر شده بود در میان اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه ای با اشاره به گزارش هایی که به این تشکل رسیده بود اعلام داشت که نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی وی رو مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده و به او از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی وارد شد به نحوی که صورتش کبود و متورم گردید اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران همچنین اشاره می کرد که معموران ضربات شدیدی بر بدن او وارد کرده اند که ویدوچر خونریزی شدید معده شد و به دلیل شرایط خطرناک جسمی نیروهای امنیتی آخرال او رو به یکی از بیمارستانهای امنیتی منتقل و بستری کردند. همچنین سندیکای کارگران شرکت نشکر هفت تپه اعلام داشت که آقای علی نجاتی عضو هیئت مدیره ای این تشکل کارگری صبح روز پنجشنبه به دست مأموران امنیتی و نیروی انتظامی همراه با ضرب و شتم در منزلش بازداشت شد در همین حال و بر اساس تصاویر و همینطور ویدئوهای بازنشت یافته و منتشر شده در شبکه های اجتماعی روز گذشته نیز کارگران نشکر هفت تپه برای 25 پنجمین روز متوالی به اعتراض خود در شهر شوش ادامه دادند و در راهپیمایی و تجمع خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند کارگران از جمله شعار دادند که کارگر زندانی آزاد باید گردد کارگر از آزاد, آزاد باید کارگر همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافت شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در تجمعی از خواسته های کارگران حمایت کردند پیش از این نیز شماری از دانشجویان در دانشگاههایی در تهران زنجان و اهواز از خواسته های کارگران معترض در استان خوزستان پشتیبانی کرده بودند ما بخشی هستیم. گرفتن ما همه بخشی هستیم هستیم اسمایلو گرفتن همه هستیم. از رنج فزاینده و روزافزون کارگران معترض در خوزستان به حوزه جمعیت شناسی آسیب دیده ایران نظری و گذری می کنیم که این روزها به هدف دیگری برای تحت فشار قرار دادن نهادهای مدنی از سوی نهادهای امنیتی تبدیل شده همانطور که در برنامه پیشین صفحه به اطلاع شما بینندگان عزیز رسید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و مشخصا بازوی نظامیان یعنی نهاد نظامیان سپاه پاسداران پس از فعالان محیط زیست این بار فعالان جمعیت شناسی رو به بهانه نفوذ تحت فشار قرار دادن در این میان همون گوری که آگاهید نخست روزنامه کیهان مدعی شده بود که این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حکومت و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت نمودند هرچند در آن زمان اطلاعات روشنی از این ماجرا منتشر نشد اما اکنون یکی از نمایندگان تونرو دلواپاس یا محافظه کار مجلسی بخش‌هایی از سناریوی سپاه برای پروژه جدیدش رو در واقع ناخواسته روشن کرد آقای نصرالله پژمانفر نماینده شهر مشهد در مجلس که در سالهای اخیر و با حضور ابراهیم رئیسی و امپراتوری علم الهداها به مرکز فرماندهی محافظه‌کاران تون رو تبدیل شد روز گذشته اعلام کرد که برخی از افراد نفوذی با دستکاری کردن در مدل اصلی کنترل جمعیت آمارها رو به صورتی نمایش دادن تا نرخ جایگزینی بالای دو درصد نشان داده شود و با همکاری بعضی از افرادی که در بدنه دولت بودند توانستند آمارهای غلط را حتی به شخصیتهای تراز اول نظام ارائه کنند همینجا با یه محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که معمولا در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی عبارت شخصیت های تراز اول نظام به, طور به صورت در واقع غیر مستقیم و بعضا مستقیم البته نام نمی منظورشان به شخص رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد که اطلاعات غلط به ایشون رسیده و اینقدر به خشم آمدند الا حال این شخصیت مجلسی همچنین مدعی شد که شواهد و مستنداتی در خصوص ارتباط این افراد با شبکه های جاسوسی غربی وجود دارد قطعا آگاهی در سال 91 علی خامنه ای سیاست های کنترل جمعیتی رو اشتباه خوانده بود و خودش رو هم در این اشتباه شریک دانست که الان به نظر می رسد چه بسا نهادهای امنیتی در صدد تطهیر خامنه ای هستند و اعلام کنند آن اشتباه به دلیل ارائه آمار غلط صورت گرفت وگرنه ولی مطلق فقیه در سطح معصومین است و اشتباهی نبایستی از به سر بزند اما در سوی دیگر آقای الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت و احزار نفوزی های حوزه کنترل جمعیت به این خبرگزاری که زیر نظر سپاه اداره میشه حمله کرده بود و به کنایه با عبارت نیشالود از خبرگزاری فارس خواسته بود که تا به همان حوزه محیط زیست اکتفا کند مشاور رئیس جمهور ایران در توییتر خود نوشته بود البته موضوع مال 24 ساعت گذشته بود که من میدیدم از فارس که مثل پلیس فتا مراقب همه چیز هست تقاضا میکنیم اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن حوزه جمعیت شناسی به دیگران برسد برای شما همان حوزه محیط زیست فعلا کافی است صفحه یک روح ورق میزنم با سایر صفحات منتخب ادعای جدید فرمانده پیشین بسیج و معاون فعلی فرهنگ اجتماعی سپاه در خصوص نمادهای ملی میهنی ایران از جمله انکار شخصیت کروش و سابقه تاریخی آن گمان زنی ها نسبت به ایران ستیزی پیکره از نظامیان سپاه و همینطور حاکمان فقیه رو در دائره افکار عمومی بیشتر کرد موضوع چنین بود که آقای نقدی معاون فرهنگی سپاه مدعی شد که کوروش رو حکومت پهلوی برای پیوند مردم ایران با یهود علم کردند و کوروش جایگاهی در تاریخ ایران نداشته و نام او را هیچ کجا پیدا نمی کنیم. این مقام نظامی دهان دریده مدعی شد که کوروش جایگاهی نداشته و عددی نبوده بلکه شاهی بوده که با یهودی ها رابطه خوبی داشت شاهی بوده که با یهودی ها ساخته پس ما هم باید با آنها بسازیم کوروش ساخته و پرداخته پهلوی است اسم کوروش را هیچ کجا پیدا نمی کنیم او را برای پیوند مردم ایران با یهود علم کردند خیانت کردند و چندین هزار سال تاریخ ایران را بریدند و دور ریختند حالا این شخصیت نظامی خود حتی ایرانی زاده هم نیست نکته بسیار جالبی دیگران که در بی سواد این شخص که همتون آگاهید که کوروش به طور مستطل نامش حتی در قرآن کریم هم ذکر شد چند سال گذشته خب آگاهی هفتم آبان به شکل غیر رسمی در ایران روز کروش نامگذاری شده بسیاری از دوستداران این پادشاه حخامنشی در این روز برای بزرگ داشته کروش بنیانگذار سلسله حخامنشی و پادشاهی که به مدارا مشهور است اولی منشور حقوق بشر رو نوشته کنار آرامگاه او در پاسارگاه جمع می شود که طبعا مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع ناخرسندند و هر ساله نیز محدودیت های برای جلوگیری از این تجمع اعمال می بزرگداشت کروش از آنجا برای مقامات جمهوری اسلامی رنجاور و عذاباور و ناراحت کننده است و کروش رو در واقع خطری برای جمهوری اسلامی می که تجمعات بزرگ داشته این پادشاه مشهور و معروف به عرصه مدارا با حتی مخالف همواره به تجمع بر علیه حکومت تبدیل می شود همون گونه که در سالهای گذشته این تجمعات در واقع با شعارهای مثل کروش پدر ماست ایران وطن ماست آغاز شده بود سپس با شعارهای انتقادی از حکومت جمهوری اسلامی مانند هرگز نخاب کروش ایران پدر ندارد و یا شعار نقزه نه لبنان جانم فدای ایران داده شد که طبیعتا اینها ایدئولوژی نظام نظامیان و فقیهان رو ترک می اندازد چه بسا بدین روی باشد که آقای نقوی چنین به خشم آمده خبرها و نظرها رو با تازه ها و تحلیل های در عرصه سیاست خارج دنبال می کنم متهم شدن جمهوری اسلامی به حمایت تسلیحاتی از طالبان و حسیهای یمن افکار عمومی رو بار دیگر به مداخلات ماجراجویانه یا حاکمان ایران در منطقه کشان آقای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیروز در یک کنفرانس خبری و با نمایش تسلیحات نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی حکومت ایران رو متهم کرد که به حوسی طالبان، حماس و شبه نظامیان شیعه در خاور میانه موشک و تسلیحات میدهد. در این نشست یک فروند موشک زمین به هوای سیاد دو به نمایش گذاشته شد که به گفته آقای هوک ایران در اختیار شورشیان حسی در یمن گذاشته تا هواپیماهای جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان رو هدف قرار دهد و به این ترتیب قطنامه های سازمان ملل رو نقض کرد. آقای هوک گوید نیروهای عربستان این موشک رو در یمن کشف کرده اند و همین که حتی اسم موشک به فارسی بر روی آن نوشته شده به معنای آن است که ایران وقعی به قطنامه های سازمان ملل نمی نهد و مقایسه ی تجهیزات ارسالی ایران که ما یافتیم نشان می دهد در شش ماه اخیر کمک های ارسالی جمهوری اسلامی به گروه های شورشی حتی روند افزایشی یافته است مشک های ضد تانگ نیز تجهیزات دیگری است که در این نشست به نمایش گذاشته شد همراه با راکت توبخانهای فج که به گفته آقای برایان هوک این راکت در ولایت هلمند افغانستان کشف شد و این نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران حتی از طالبان هم حمایت نظامی میکند این مقام دولت آمریکا همچنین تأکید کرد که آمریکا تردیدی برای متوقف کردن اقدامات مخرب ایران به خود راه نمی دهد و حتی گزینه نظامی رو نیز بررسی می کند. اگرچه ترجیح می دهد قبل از هر چیزی از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا یک روز قبلتر در اطلاعیه‌ای عنوان کرده بود که در نشستی مدارکی داله بر اقدام حکومت ایران در تجهیز گروه های خطرناک با سلاح های پیشرفته و نیز نقش جمهوری اسلامی در گسترش بی ثباتی در منطقه ارائه خواهد کرد محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که نمایش تجهیزات ارسالی ایران در واشنگتن دومین بار است که انجام می شود دیماه ماه گذشته نیز خانم نیکی هیلی لاشه و بقایای چند مشک و پهباد ارسالی ایران برای حسی های یمن رو که در حمله بر عربستان استفاده شده بود رو نمایش داده بود از مداخلات جمهوری اسلامی در یمن و افغانستان سری به سوریه میزنیم که شب گذشته باز هم شاهد مورد هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل بود بر اساس گزارش های انتشار یافته شامگاه شب گذشته جنگنده های ارتش اسرائیل انبارهای اسلحه و پایگاه های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو در جنوب سوریه بمباران کردند از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که هواپیماهای اسرائیلی مواضعی در حومه دمشق و مواضع دیگر در جنوب سوریه رو بمباران کردند بنابراین گزارش ارتش اسرائیل به طور مستمر و برای حدود یک ساعت مناطقی در بخش جنوبی و جنوب غربی دمشق پایتخت سوریه رو هدف قرار داد در مقابل سوریه پدافند هوایی موشک های خود را به صورت گسترده به سمت اهداف مهاجم شلیک کرد گفته نیست که چندی پیش اسرائیل در گزارش اعلام کرد که ارتش این کشور در یک سال و نیمی گذشته بیش از دویست حمله هوایی علیه اهداف ایران در سوریه انجام داد و بیش از 800 راکت و خمپاره هم به سوی در واقع به سوریه شلیک کرده و هدف از این حمله ها همانا جلوگیری از تثبیت نظامی سپاه پاسداران در سوریه هست و باعث شد که جمهوری اسلامی چندین پایگاه در سوریه رو تخلیه کند در ادامه رویدادهای سیاست خارجه نگاهی خواهم داشت به افزایش فشارهای آمریکا به ایران و تداوم ماجراجویی های منطقه جمهوری اسلامی در نشریات بین الملل. از جمله نشریه نشنال اینترست در گزارشی به احتمال رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران و نبرد هوایی جنگنده های دو کشور پرداخت این نشریه در تشریح و توصیف قابلیت های نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرد که بهترین جنگنده نیروی هوایی ایران همان F-14 ها هستش که باید در برابر F-22 آمریکا قرار بگیرد نشنال اینترست در این گزارش اشاره میکرد که با توجه به اینکه آمریکا در ماه مه از توافق هسته‌ای ایران مسلم به همان برجام خارج شد جنگ با ایران یک احتمال ناخوشایند به نظر میرسد در صورت وقوع درگیری نظامی بین واشنگتن و تهران این احتمال که کاخ سفید به دنبال تغییر نظام در ایران باشد نیز به شدت افزایش می در ادامه این گزارش اشاره شده بود که جمهوری اسلامی ایران اون F14 های خود رو با تجهیزات الکترونیک و احتمالا تسلیحات جدید تا حدودی ارتقا داد اما تنها شمار اندکی از F14 های ایران شرایط پرواز دارند و شاید تعداد آنها حتی به 20 فروند هم نرسد با این حال به استثنای احتمالا 20 فروند جنگنده ساخت روس در واقع F-14 های پیشین مهمترین هواپیما های جنگی نیروی هوایی جمهوری اسلامی به شمار می روند و در صورت جنگ احتمالی F-14 ها اولین خط دفاعی ایران در برابر حمله به آمریکا خواهند بود Interest در انتهای یادداشت خود با اشاره به اینکه همه چیز در همان چند دقیقه اول برای F14 های ایرانی تمام خواهد شد و جنگنده های F22 آمریکا از فاصله 150 کیلومتری هواپیما های ایران رو مورد هدف قرار می دهند. اضافه کرد که همه اینها در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به واقعیت ها از روش مبارزه رو در رو در برابر آمریکا استفاده کند گزینه هوشمندانه تر برای ایران این خواهد بود که از شیوه های دیگر برای مواجهه با آمریکا استفاده و از به چالش طلبیدن آن در آسمان خودداری کند گویا نویسندگان این نشریه هم از به هر روی جنون غیر خردمندانه حاکمان جمهوری اسلامی آگاهی داشتند که قدرت تصمیم عاقلانه رو هیچگاه ندارند صفحه یک رو کلیک میکنیم با سایر صفحات و موضوعات و حوزه ها بحران زیست محیطی ایران هر روز با هشدار و انذار و تذکار تازه ای رو این بار در معرض تهدید سیل بودن بخش عمده ای از ایران و ایرانیان مرتوجه رسانه ها واقع شد در حالی که چندین سال است که ایران شاهد خشکسالی هاست و بخش های وسیع از کشور تحت تأثیر این خشکسالی قرار گرفت با کوچکترین بارندگی نیز بخش های از کشور درگیر سیل و عواقب آن می شود در این میان مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری ایران عنوان کرد که 56 میلیون ایرانی در معرض تهدید سیلاب قرار دارند به گفته این مقام کشاورزی ایران بر اساس نقشه سیلخیزی مخاطرات آبی کشور محل زندگی 69 درصد از جمعیت ایران در 450 شهر و 8000 هزار آبادی مناطق مستعد سیلخیزی است و 5 میلیون نفر معادل 18 درصد جمعیت کشور نیز بر اساس این نقشه در مناطق پرخطر سیل با شدت بالا زندگی می کنند. گفتنی نیست که ایران در سالهای اخیر با تشدید وخامت وضعیت اقلیمی روبرو شده و به شدت خشکسالی ها از یک سو و سیلاب ها در سوی دیگر بر این بحران در واقع افزوده شده و به دنبال بارش چند روز پیش باران یازده استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شدن که چند کشته نیز به دنبال داشت و در ماه گذشته نیز بر اثر سیل در استانهای شمالی ایران نه نفر جان باخته بودند و در وقت باقی مانده با رویدادی از حوزه زنان ایران برنامه رو به پایان میبرم موضوع دلازار ممنوعیت حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه ها و درخواست صدور ضرب العجل به ایران توسط فیفا بر صدر رسانه ها باز آمد پس از حضور تعدادی از بانوان در ورزشگاه آزادی هنگام برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد که زنان وارد شده به استادیوم در واقع زنان گزینشی وارد این ورزشگاه شده بودند و تعدادی از زنان و دختران توسط پلیس به بیابانهای اطراف استادیوم برده شده و در تاریکی شبانجا رها شدند هرچند اظهار خرسندی مقامات فیفا در آن هنگام برای حاکمیت ایران پیروزی به نظر می آمد. یک هفته بعد اما آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران عملا آب پاکی رو روی دست مردان و زنان ایرانی ریخت و اعلام کرد که امروز فیفا گفته که زنان باید در استادیوم حاضر باشند فردا میگوید که زنان و مردان بایستی شانه به شانه هم و در کنار یکی دیگر قرار بگیرند و روز دیگر موضوع هجاب رو بیان میکنند لذا نباید به موضوعات پیش پا افتاده بیشتر از آن چیزی که هستند بها دهیم چرا که یک بار برای آخرین بار ورود زنان به ورزشگاه آزاد شد تا فدراسیون فوتبال از خطر محرومیت رها شود اما این پایان ماجرا نبود پس از پیگیری های انجام شده از سوی برخی کاربران فضای مجازی و فعالان حقوق زنان فدراسیون جهانی فوتبال بار دیگر ایران رو به واسطه عدم پایبندی به قانون ورود زنان به ورزشگاه ها زیر فشار میگذارد و هیئت حقوق بشر فیفا از فدراسیون جهانی فوتبال خواست برای حضور زنان در ورزشگاه های ایران ضرب العجل زمانی مشخص کند فیفا در گزارش خود ورود محدود زنان به ورزشگاه ها در دو دیدار فوتبال رو اقدامی مثبت خواند اما اعلام کرد که این تک مورد ها نمی تواند پایان رسمی بر یک محدودیت قلم داد شود و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسند. تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود